خیلی خوش آمدید به برنامه با هم. سلام های گرم و صمیمانه من و همکارم حامد جمالی در اتاق فرمان رو بپذیرید. ممنونم که بیننده این برنامه هستید. مثل همیشه قبل از هر چیز از توجه شما، از محبت های شما، از اینکه این برنامه رو به این شکل از خودتون میدونید عمیقا قلبا سپاسگزارم و صمیمانه دست شما رو به گرمی میفشارم به خاطر این همه توجه. در برنامه امروز ما راجع به دو نکته میخواییم صحبت کنیم. موضوع صلح و سازش و ماجرایی که از لوی جرگه به بعد و آزادی تروریست های طالبان از زندان، از خطرناکترین تروریست ها، و اینکه کلن این پروسه، این روند به کجا میره. اما برای اینکه موضوع رو بفهمیم باید با کنکاش و با گفتگو و غیره بیشتر به اون بپردازیم. در این حال یک پیام صوتی بسیار قابل توجه هم داریم که راجع به قضاوت های جامعه راجع به زنان هست، پوشش زنان. این دو قسمت، یعنی صلح و سازش با طالبان و قضاوتی که در جامعه وجود داره نسبت به پوشش زنان، دو موضوع اصلی برنامه ما هست. نکاتی رو طی هفته گذشته با خود من در میون گذاشتید که یک جا جمع میکنیم و در برنامه دیگه به اونها رسیدگی میکنیم. الان فرصتش واقعا نیست، فقط میخوام بگم که من پیغام های شما رو گرفتم، نکاتی که شفاهی با من تماس گرفتید مد نظر هست و به همه اونها خواهیم رسید. اما اجازه بدید نکته صلح و سازش با طالبان رو از همینجا آغاز کنیم. صلح، این صلح چیه؟ آیا خاتمه جنگ همون صلحه؟ همچنین چیزی در افغانستان هست؟ یک ویدیو کلیپ کوتاه است که ما از تلویزیون خود افغانستان ضبط کردیم، در مدیای اجتماعی هم پخش شده، اون رو خیلی کوتاهه، با هم میبینیم، برمیگردیم توجه شما رو به این موضوع و ادامه گفتگو و مصاحبه جلب میکنه. جان خسته شدم، سل میخوایم از این دولت و طالبان که بین خودشون یک توافق نامه کنن که باید در افغانستان سل بیاید که دیگه هیچ نفر یتیم نشود. میخوایم که سل بیاید دیگه در کشورمون جنگ ایجاد نشه. برای طالبان گفتنی دارم که باید بین خود یک صلح آرامی بیارن که نمیخوایم که دیگه اینقدر اطفال پدرایشان شهید شوند و یتیم شوند. میخوایم که در وطنمون یک بسیار صلح آرامی بیاید تا ما مکتبمون ادامه بدیم، تا ما درس تعلیم خوب داشته باشیم. نادواره خانه است، هر دفعه که من از خانه میبرم اوشم نه اولادم کشال است که اینا چی میکنه، اینا مرد داره فینا مترز اینا تا کای خون ریزی شود، تا کای جنگ باشه، تا کای اولادم یک دستشان مایو بسته، یک بچه دارم 12 سال است، تو کلان میشه و من سرپرست میشه و من نادوار میشه، من تا کای اخ مرا مردم بخوام. میخوایم که در زندگی یک سال آرامی بیاید، دیگه میخوایم که زندگیمون با آرامی ما پیش ببریم، ماتیمو ما بتونه مکتب درس شب پیش ببره، کورس و تمامی چیز و خارخانه و کورس رفته بتونن. بسیار خوب، خیلی واضح بود. همه میگن جنگ نباشد، ناامنی نباشد، جاده امن باشه، مدرسه امن باشه، به این میگن صلح. یعنی وقتی جنگ نیست صلح. اما این طرفینی داره جنگ. در خیلی از کشورها جنگی نیست، صلحی هم نیست، جنگ نیست. اما در افغانستان باید با یک مجموعه تروریستی از لشکر طیبه تا شبکه حقانی و طالبان و انواع و اقسام درندگان تروریسم اسلامی باید رفت و با اونها صلح کرد. خب بازگشت اونها به جامعه همه شیرازه این جامعه رو قبلا از بین برده، الان هم از بین میبره. آیا صلح میشه؟ جنگ خاتمه پیدا میکنه؟ واقعا ما اینقدر میتونیم ساده باشیم؟ این مجموعه است که ما به مرور به اون میرسیم و با جزئیات اون رو موشکافی خواهیم کرد. در این رابطه با بصیر زیاری از شخصیت‌های سیاسی سرشناس چپ افغانستان گفتگویی داریم که به محض اینکه تماس ما با ایشون برقرار بشه صحبت خواهیم کرد و همین موضوعی رو که در این ویدیو ها هست رو با
بسیار زیار هم در میان میگذاریم و صحبت میکنیم. این شماره تلفن ماست قبل از هر چیز. با ما تماس بگیرید از طریق تلگرام ادسان تیوی با هم و همینطور در فیسبوک با هم ما رو دنبال میکنید و میتونید برای ما پیغام بگذارید. این شماره تلفن با همین شماره در واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو ما در دسترس شما هستیم. خب بریم ببینیم که تماس ما با بصیر زیار عزیز چطور خواهد شد. مهمان عزیز برنامه ما بصیر زیار از فعالین سیاسی سرشناس افغانستان از نروژ با ما هستند. بصیر زیار عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه با هم. سپاس. در یک هفته گذشته افغانستان شاهد برگزاری لوی جرگه و بعد هم تصمیمی که به نام مردم گرفته شد برای آزادی تعداد قابل توجهی نزدیک به 500 زندانی طالبان که همه اونها با جرائم سنگین آدمکشی، آدمربایی، انفجار و فروش سنگین مواد مخدر و انواع جرایم بسیار سنگین دستگیر شده بودند، همه اونها آزاد شدند و این به عنوان شرط صلح گذاشته شده. من میخوام از اینجا شروع کنیم و من سوالم اینه که این چه نوع صلحیه که باید آدمکش‌ها، تروریست‌ها، آدمربایان اینها رو اول باید آزاد کرد؟ این خود این چه نوع صلحی میتونه باشه؟ واقعیت است که طالبان ما فکر میکنم به در پای صلح هستن نیستن. اینا در واقع هم تنها صلح را که اینا خواستن و در عمل هم به اجرا گذاشتن در رابطه با نیروهای آمریکایی است، مخصوصا نیروهای غربی ناتو است، ولی در رابطه با وضعیت خود افغانستان با نیروهای امنیتی افغانستان از او بعد جنگ تشدید پیدا کرده. حتی در این مدتی چند ماه گذشته بالاتر از 12,000 نفر چه نظامی چه غیر نظامی توسط طالبا به قتل رسیده. بنابراین طالبا با آزادی از این نیروها اینا میخواهی نیروهای نظامی خود و تشکلات خود بیشتر بست ببخشن، چون واقعیت چیست که طالبا در پی برقراری مجدد امارت اسلامی است و اصلا در رابطه با این که بخواهد با دولت افغانستان چیزی که دولت افغانستان مایل است بدانه، یعنی میخواهند در پیش است که اونا را در حقیقت جزء از دولت به عوامی سیستمی که فعلا وجود داره که باید افراد از طریق انتخابات ولو انتخابات ناقص و مملو است تقلب بتونه به قدرت برسد، طالب های چیز را اصلا قبول ندارن. اونا خانه عزیز که باید یک دولت امارت اسلامی با اگر امیر المومنین و نهایتا در آغاز شاید تعداد از اینا را کسایی را بخواید در بعض وزارت ها جا بتن، بعضی کسایی که نزدیک به اوناست و که بعدا هم به ترتیب میتونه اونا را هم تصفیه کنن. یعنی طالبا پافشاریش روی زیمه است اصل به خاطر تقویت نیروهای نظامی و جبهیشان به خاطر حملات و جنگ بیشتر در آینده است. اصلا صلح از دیدگاه از اونا در کار نیست. ولی دولت افغانستان مجبور است که و خواست امریکایی ها اونا باید تن بده. حالا اجازه بدید ما به همین جا باقی بمونیم در رابطه با صلح. طبیعی برای هر انسان شریفی که در مقابل جنگ و آدمکشی و عوارض جنگ با اون مواجه میشه خواهان اینه که جنگ فروکش کنه، جنگ خاتمه پیدا کنه و صلح به این معناست که جنگی نباشه. اما صلح با طالبان یا صلح و سازش با طالبان این عبارت آیا با هم می گنجن؟ هم صلح و هم طالبان؟ و اینو من میخوام باز کنیم، شاید فرصت بیشتری هم برای این بحث بگذاریم که خود عبارت صلح اینجا باید یه طوری معنی بشه. اگر مایل هستید از اینجا این بحث رو ادامه بدید. دقیقا، چون برمیگرده به استراتژی طالبا که برقراری یک حکومت شدید مذهبی با امارت اسلامی که در دهه 90 ما شاهدش بودیم که اصلا تمام دنیا دچار یک شوک شده بود با قوانینی که نافذ کردن. تغییرات اصلی در موضع طالبان به وجود نیامده، چه در رابطه با مسئله زن، چه در رابطه با حقوق
انسانی، چه در رابطه با آزادی بیان و در رابطه با اقلیت‌های ملی، همه مسائل اساسی که در افغانستان مطرح است، موضوع طالبا کماکان مثل گذشته است. بنابراین حاکمیت طالبا اولا از یک طرف تشدید جنگ است، یعنی شما ابعاد اگر فرض بری بگذاریم که طالبا موفق شود در افغانستان امارت برقرار بسازه، در اون صورت ما در دچار یک فاجعه انسانی بسیار جدی هستیم. با هزارا مهاجری که چه میشه و دیگه جبهات جنگ در افغانستان دوباره تشدید میشه، شاید این بار وضعیت به گونه شود که طالبا در مرکز و دیگه نیروها در اطراف، خلاصه افغانستان یک بار دیگه شاهد جنگ، تشدید جنگ ها میشه. و از جانب دیگه همه میدانند که در شرایط فعلی طالبا تنها نیروی جنگی نیست، بلکه بخش های نیروهای مثل داعش اینا هم فعال است و داعش و طالب تفاوت جدی ندارن. و من مطمئن هستم که طالبا از روی منافع خود نمیتونن به صورت تن بدن. اولا بسیاری نیروهای زنا، کسایی که مثلا خود جریان جنگ به شکل فرمانده ها در مناطق مختلف رهبری میکنه، اینا نیروهای که با جنگ زندگی میکنن، اینا با تولید مواد مخدر و قاچاقش زندگی میکنن و در این رابطه امکانات به راحتی از دست نمیتن. اینا اگر در یک پروسه عادی صلح در افغانستان قرار بگیره، این با معنای از است که اینا از لحاظ دیگه هج میشن، اینا تو توانایی نداره در یک شرایط صلح از اینا کار ساخته باشه، ولی در شرایط فعلی اینا هر کدامشان در راه ها و در مسیرها در جاهایی که اینا حاکم هستن، حاکم مطلق خود هستن. بنابراین من فکر میکنم که اصلا خود صلح به طور بسیار انتزاعی و صرفا اخلاقی تعبیر کردن یک رویکرد کاملا غلط است. صلح در رابطه با وضعیت اجتماعی، سیاسی و حتی توازن نظامی یک جامعه قابل تعریف است. اولا طالبان از سیاسی با اکثریت جامعه افغانستان در تضاد کامل است، از لحاظ خواستهای سیاسی و اجتماعی خود. تا این نزدیکی به وجود نبیاید صلح در کار نیست. و از جانب دیگر مسئله اساسی است که خود پایان جنگ در کشور باید پیامد یک سر تغییرات سیاسی و نظامی معینی باشه، هیچ چیزها نیست. یعنی نمیشه فقط با آرمانگرایی و بالاخره فقط از سر اخلاقی ما خواهان صلح باشیم، ولی پایه های مادی که صلح تأمین میکنه اصلا وجود نداشته باشه. در وضعیت فعلی من فکر میکنم درک هر دو طرف کاملا متفاوت است از به توافق رسیدن. دولت فعلی که در افغانستان است به رهبری اشرف غنی و اینا خواهان از است که باید جمهوریت خود به هر شکلی با دادن امتیازات معینی به طالبا بتونه حفظ کنه، طالبا را به حیث یک نیرویی که وارد این سیستم شد و بالاخره از امارات اسلامی دست بکشن. و طالبا شدیدن به موضع امارات اسلامی خود استاده است و کاملا از او دفاع میکنه، چون اصلا طالب بدون طالبانیزم معنای واقعی نداره. اونا در عرصه عادی توانایی مقابله با دیگر نیروها رو نداره، بلکه اونا مهارت و تخصص در کشتن و خشونت دارن. بنابراین من فکر میکنم که از لحاظ شرایط واقعی ما به صلح نرسیدیم و این شرایط مناسب نیست، بلکه هر گونه ازیتر وضعیتی که فیلن اتفاق میفته و با این هزارا جنایتکار جنگی آزاد میشن، غیر از اینکه بر پروسه جنگ بیشتر شدت میبخشه پیامت دیگه نداره. خب بیانین آرزوی میلیون ها مردم افغانستان این که این جنگ و این تروریسم حاکم بر جامعه خاتمه پیدا کنه و خیلی ها صلح رو به همین معنا میفهمند، یعنی دیگر جنگ نباشه، جایی منفجر نشه، کسی رو ندزدن، بمب کنار جاده ای نباشه، نمیدونم ناامنی از بین بره، مدارس باز باشه و غیره. این تصویر که کاملا انسانی و قابل فهم هست از خاتمه جنگ هست و اسم این رو صلح گذاشتن. من به این خاطر گفتم مکس کنیم روی این مسئله که این رو هم باید باز کرد. شما اشاره کردید که طالبان با جنگ و قدرت منکوب کردن جامعه معنی پیدا میکنن، در غیر این صورت اصلا فلسفه وجودیشون از بین میره. میخوام باز هم روی همین مکس کنیم، آیا خاتمه جنگ، خاتمه ناامنی، اگر ما اسم اون رو صلح بگذاریم، این ممکنه، امکان پذیر هست اصلا یا نه؟ البته
میتونه اگر بعضی پیشرفت‌ها در این اضافه شود. من فکر میکنم دولت افغانستان هم تا این حد میفهمند که فعلا میتونه به توافق سیاسی که صلحی که در نتیجه یک توافق سیاسی صورت میگیره در افغانستان اتفاق بیفته، یک خاص است فعلا، یعنی رسیدن به این زمان بر است، وقت زیاد میخواهد. ولی اگر اونا موفق شوند که طالبان حداقل به آتش بس موقتی ولو 6 ماه یک سال اینا بتونن موافق بسازه، طالبا در مدت یک مدتی مثلا 6 ماه یک سال از جنگ دست بکشه، باز هم یک گامی برای صلح گذاشته میشه، به خاطر اینکه طالبا از اون نظم و دیسپلین خاصی برخوردار نیست و هر قدر مثلا دوره بدون جنگ در افغانستان چند ماهی بگذره، بسیاری از اینا از جبهات به مناطق خود برمیگردن و احتمال دیگه دوباره بتونه بسیج کنه و یک جنگ مجدد کمی دشوارتر میشه. من فکر میکنم که دولت افغانستان با این سیاست خود میخواهد که بین جناهای مختلف طالبا اگر بتانه تضاد ایجاد کنه و از طرف دیگر بعضی از نیروهای زورا بتانه از صحنه جنگ کنار بکشه، یعنی یک محاسبه زنا در رابطه با این مسئله پروسه صلح است، میتونه از امون جهات مثبت شکل نظر بگیریم، غیر از این چیز دیگه نیست. غیر از اون رسیدن به صلح من فکر میکنم که با واقعیت فعلا وجود داره، با توازن نیروها و بالاخره با مسائل شرایط اقتصادی و سیاسی هنوز ما به اون محل نرسیدیم. در مورد طالبان شاید به جرأت میشه گفت که یک شبکه‌ای از ده‌ها سازمان و نهاد تروریستی، شبکه حقانی، لشکر طیبه، جنگوی، خراسان شمالی، القاعده و ده‌ها سازمان ایغورها، نمیدونم جنگجویان ازبک و ده‌ها نهاد و سازمان از ازبکستان، چچن و غیره وارد این لشکر هستند و همه اینها با پرچم طالبان می‌جنگند، حتی خود داعش. آیا وقتی که ما از طالبان صحبت میکنیم از یک مجموعه منسجم صحبت میکنیم یا اینکه یک گروهی به نام دفتر سیاسی طالبان در دوحه در قطر پای میز مذاکرن و ده ها سازمان دیگه اصلا جوابگوی همون سازمان به اصطلاح دفتر سیاسیشون نیستن و با ایران نزدیکن، یکی دیگه با پاکستان نزدیکه و ده ها جای دیگه، اینجا تکلیف چی میشه؟ دقیقا چیزی که شما اشاره کردین یکی از مسائلی که در طالبان هست است که نیروی کاملا منسجم و سازمان یافته نیست، بلکه از گروه های مختلف تشکیل شده، که یک مسئله که احتمالا اگر طالبان بخش بتونه به صلح برسن، احتمالا که احتمالش هم ضعیف است، ولی یک بخش زیادش دوباره سر از داعش و از گروه های دیگه بیرون میکنن. چیزی که در این مقطع اینا را تانستن با همدیگر یکسان بسازه حداقل به طور یک مرحله کوتاه ایست که رهبرای طالبان کسایی که در این مذاکره است و اینا گوشزد بکنه که خود پیروزی دور نیست، ما با این کار ناتو و امریکا را پایش از جنگ بیرون میکشیم و محاسبهشان ایست که اگر امریکا و ناتو نباشه در جنگ افغانستان، توازن نظامی به نفع اونا تغییر میکنه، روحی ارتش و بالاخره کارمندای دولت افغانستان تضعیف میشه، شاید بین زنا انشعابات دست کنه و مسائل اتنیکی یا قومی در افغانستان هم چیست و میخواین امو تجربه سالهای 90 دوباره تکرار شود. در نتیجه اینا بتانن در مدت کوتاه به حکومت امارت خود دست پیدا کنن، از او بعد میتونن اینا یک مدت یک عقب نشینی موقتی ظاهرا به نام از یک مسئول هینا میخواییم بتانن به پیروزی دست پیدا کنن. من فکر میکنم بخش زیاد از اینا را تانسته این مسئله قانع بسازن و فراموش نکنیم که علی رغم این تعددی که وجود داره و خواستهای متفاوتی که هست، ولی یک بدنه اصلی طالبان را که مسئله اتنیکی تشکیل میده و همین نکته است که یعنی ما نمیتونیم بگیم که هیچ مخرج مشترک بین دو نیست، این بخش هم هست، یعنی گرچه در مثل گذشته مثلا 15 سال قبل ولی او شکل نیست، ولی بخش از اینا همیست که تقریبا حاکمیت یک ملیت بر سایر بردگرا به طور بلا منازع میخواهن و این یک از این طالبا تنها یک نیروی مذهبی نیست، بلکه یک نیروی اتنیکی و قومی است که یک از دلایل میتونه
یک بخش از اینها را با همدیگر متحد نگاه کنه. ولی همون قسمی که شما اشاره کردین، اینا مخصوصا که اگر یعنی طرح از اینها که میخواین پیروزی به امارت نرسه، یعنی جنگ طولانی شود و اینا در ته از این جنگ هایی که سالهای بعدی تشدید پیدا میکنه برنده نباشن بلکه بازنده باشن، وقت تضادهای از اینها بیشتر رو میشه و وضعیتشان از لحاظ سیاسی وحدت نسبی که دارن اونم احتمالا تا حدودی به نفع داعش و جناهای دیگه که فعلا در موارد کارهای مستقل را پیش میبرن به نظر آشکار خواهد شد. ولی مسئله است که آیا دولت افغانستان تا چه حد میتونه، چرا یک مسئله سوال مسلم است که با این پروسه که ناشروع شده ما بیشتر به تشدید جنگ، یعنی احتمالات زیادی است که ما در افغانستان شاهد تشدید جنگ هستیم. آیا دولت افغانستان در مقابل از این مرحله رو میتونه موفقانه پشت سر بگذارن یا نه؟ خب حالا خیلی اشاره خوبی کردید شما و به نوع سوال من هم هست، با بیان دیگه من این نکته رو میگم. گفته میشه که طالبان اساساً یک پروژه است که توسط آیس‌های پاکستان درست شده، حالا گسترش پیدا کرده، ولی بالاخره آبشخور اصلیش اونجا بوده و طالبان اجازهش دست خودش نیست، براش تعیین میکنن، سیاست تعیین میکنن، رهبر تعیین میکنن، استراتژی جلوش میذارن. میخوام اینم به اصطلاح باز بشه تو این بحث که واقعا اینطوریه، یعنی این نیرویی است که از خودش اراده ای نداره و کسایی که به اصطلاح لوجستیک این سازمان رو اداره میکنن به لحاظ سیاسی هم توش هژمونی دارن و خط و مش براش تعیین میکنن. بنظر ما باید نظر بگیریم که هم نقش پاکستان و خصوصا استخبارات پاکستان ISI نقش اساسی داشته. البته در جریان جنگ علیه اتحاد شوروی از مجاهدین دفاع میکرد و بعد دو طالبان، ولی ما فکر میکنم که عامل داخلی هم داره در رابطه، به خاطر که افغانستان متاسفانه یک جامعه طایفوی قبیلوی ملیتی بوده و تاریخا چنان شکل گرفته بود که افغانستان بالاخره یک حکومت قدرت سیاسی به دست یک از ملت ها بود. با تغییراتی که در طی از 40 سال جنگ ها و مسائل شد، یعنی نظم و سیستمی که در گذشته وجود داشت به هم خورد، مخصوصا بعد از سقوط دولت نجیب آخرین حکمران طرفدار شوروی. ما میبینیم که حکومت اولین بار به دست تاجیک ها قرار میگیره و او زمان است که جنبش به نام طالبان هم شکل میگیره. این واقعا یک چیزی که در زمان او دوره طالبا با طالبای امروزی متفاوت است که در او دوره طالبا واقعا توانسته بود همه یعنی اقشار در بین همه اقشار ملیت پشتون در افغانستان نفوذ داشته باشه. فعلا این وضعیت نیست. بنابراین من تصورم است که پاکستان هم بروی امی واقعیتی که در افغانستان وجود داره سیاست خود عیار ساخته و بارها بشاره چه همه جنرال پاکستانی می مثلا سریع هم گفت که چون پشتون ها ما میخواییم حکومت در افغانستان چی کنیم و طالبان نماینده پشتون هاست، ما بنابراین از او حمایت میکنیم. من فکر میکنم خلاصه اگر بگویم طالبا ترکیبی فاکتورهای زیاد است. روشن است بدون چنین پشت جبهه‌ای مثل پاکستان طالبان ممکن نبود که این جنگ بتونه به پیش ببره. ولی تنها پشت جبهه طالبان، اگر طالبان اینمی نفوذی معینی اتنیکی که در افغانستان هست و واقعا مقدارم گرایشات عقب مانده مذهبی اینا هم در داخل افغانستان وجود نمی داشت و مخصوصا بعد از اینکه موافقه بن و سیاست در افغانستان بیشتر قومی شد و ترکیب قومی بیشتر به نفع تاجیکا همچنان ادامه پیدا کرد که حتی خود کرزای کسی که در ریاست رئیس جمهور است، اسنادی که فعلا کتابی که وزیر دفاع قبلی امریکا نوشته که از او کمک خواست از امریکایی‌ها که باید چطور باید طالبان را باید تقویت کنیم در مقابل جنوب شمال، اینا نشان می‌ده که از درون این نظام هم به نفع طالبان کار صورت گرفته. چیزی که همه از اینا را متحد می‌کرد مسئله قومیتی بود. اینا با این دید خود که طالبان را بتونه بیشتر تقویت کنه و کتاب بتونه نفوذی
ملت های دیگر مخصوصا تاجیک ها که رولی بیشتر پیدا کرده بود بعد از سقوط طالبا، اینا رو تضعیف کنم. و تا شواهد البته خبرهایی هست که اینا حتی از لحاظ نظامی اینا را تقویت نکرده. اینا همه مسائل است که چون دیدی که در غرب هم اینا تانستن جا بندازه و ای که افغانستان یک جامعه قبیلوی طایفوی عقب مانده است و در اونجا فقط پشتونا به حاکمیتش باشه میتونه این کشور ثبات داشته باشه و باید به هر صورت باید یک پشتون در راست باشه یا حکومت دست پشتونا باشه. این یک دید اورینتالیزمی که اینا از افغانستان دوست کرده، حالی که هزاران نیروی جوان با وجود بیاید و بخواهد زندگی شهری پیشرفته داشته باشه، حق شهروندی، اینها معنا نداره برای غربی‌ها. معنی اونها یک تصویر داره از جامعه و میخواین اون تصویر خود پیاده کنه، ولی این تصویر کنه شده مهم نیست، اینها میخواین اون تصویر چی کنن. بنابراین مسئله قومی ساختن سیاست در افغانستان یک از پاشنه‌های آشیلی هم کرزایی و هم اشرف غنی بودن که نام در میخ زدن هم در نهر. اینا هم کوشش کردن که خب با طالبان در مبارزه قرار بگیرن و از طرف دیگه تلاش کردن که اونا تضعیف نشن، اونا باید قدرتمند باشن، هم خواستن اونا باید رسمی شن، هم از طرف دیگه وقتی که اونا پرچم سفید خود بلند کردن باهاش مخالفت کردن. این سیاست متناقضی الیت پشتون در دست خود حکومت افغانستان یکی از دشواری ها بوده. اینا هیچ وقت به اساس یک انسان های آزادی خواه برابری طلب یا دموکرات حداقل یک لیبرال خودشان نه آمدم که سیاست افغانستان از دید دیگه در از دیگه بستر مورد تحلیل قرار بده، از آزادی و حقوق زن مسائلی که خودشان ادعا میکنن مدرنیزم، اینا ای پرنسیپ ها یک نوع همیشه زمین مهی بوده تا اصلی مسائل قدرت قوم و اتنیک. این یکی از پارادوکس های بسیار جدی است که وضعیت فعلا به این شکل رساندن. اینا در طول از این مدت طالبان به حیث دشمن، به حیث یک نیروی که ضد آزادی است، ضد پیشرفت از جامعه است، ضد زن است، اینا در هیچ چیزی از دولتی تبلیغ نشده، بلکه همیشه اینا داد از صلح زدن و بالاخره برادرای ناراضی و مسائل متفاوت از اینکه همی حتی هم شناخت جامعه در رابطه با دشمنشان ارتقا پیدا نکردن. همیشه جنگ باید در پرتو یک شناخت صورت بگیره. اگر مردم افغانستان امروز به روشنی با این جنایاتی که طالبان کرده بود به روشنی میفهمیدن که اینا دشمنش است، هیچ وقت مسئله نه معاملات به این سادگی صورت میگرفت و نه مردم افغانستان بالاخره به این وضعیت میافتاد که بالاخره صلح میشه با هر جنایتکار، صلح میشه باید صلح شه با اینکه زمینه های مادی و آکیزون فراهم نشده. خب حالا با این مثلا کنتراست دولت های منطقه‌ای، قدرت های منطقه‌ای، خود طالبان، انشعابات و گروه های مختلفش رو صحبت کردیم، در مقابل این جنبش های اجتماعی هستن که از مدرنیته، از حق آزادی های سیاسی اجتماعی دفاع میکنن یا اصلا متعلق به همین هستن. جنبش هایی در خود افغانستان پیش اومد مثل جنبش تبسم، علیه بیکاری، روشنایی و و از این قبیل که مردم به خیابون اومدن با خواستهای بسیار انسانی شرافتمندانه برای یک زندگی بهتر. خود این جنبش ها به نوعی مفقود میشن، یعنی مثل یه شهابی که یک دفعه دیده میشه ذوب میشن، از بین میرن. و الان با هجوم بازگشت طالبان یک بیم و حراسی برای خود این جنبش های پراکنده هم هست. میخوام نظر شما رو راجع به اینها بدونم. آیا مانعی به صورت اجتماعی در مقابل پیشرفت طالبان وجود داره یا نه جامعه رو منکوب کردن، مرعوب کردن و به قدرت برمیگردن؟ ما همیشه نظرم رفقاییم ایست که به طور بالقوه نیروهای ضد طالب در افغانستان قوی تر است، وسیع تر است. ما دی تفاوتی که طالب های امروز 2020 داره تا 1996 تفاوتی فراوان است. ولی مشکل اصلی چیست که این نیروهای بالقوه به یک نیروهای بالفعل تبدیل نشدن.
نارضایتی مخالفت با طالبا و خواستای زو امروز واقعا به طور تودهی به طور وسیع در بین زنا جوانا مخصوصا جمعیت افغانستان از لحاظ دموگرافی یک کشور جوان است، این تقریبا بیشتر از 50% از زیر 18 سال یا همین حدود است. به این معنا که بسیار کسایی که امروز جوان هستند و در جامعه نصف جامعه تشکیل میتند در زمان حاکمیت طالبان که ساید واسه خود کردن نو به دنیا آمدن، اینا اصلا با حکومت طالبان نمیتونن کنار بیان. این یک مسئله است، ولی واضح است که برای خود جنبش های اجتماعی ما چند چالش های بسیار جدی داریم که باید برطرف شوند. یک از این چالش ها همچنان گفتم مسئله قومیتی در افغانستان متاسفانه یک ضعف بسیار، یک مشکل بسیار جدی رو به وجود آورده، به این معنا که اصلا اگر جنبش های اجتماعی شکل میگیره اون شکل قومیتی به خود میگیره. هیچ وقت نشده که جنبش اجتماعی در بدون این مسئله قومیتی در یک خواست وسیعی که بتونه همه نیروهای دیگر بسیج کنه، همه ولی نمیگم که ایده بسیج میشن، به هر صورت هیچ وقت یک چیز در جامعه به طور خالص اتفاق نمیفته، ولی به طور یعنی جهتی اصلی و عمدیش همین بوده که اگر جنبش تبسم روشنایی بوده بیشتر روشن فکرهای هزاره در اون نقش بیشتر داشته، اگر مثلا یک جنبش به نام رستاخیز بود بیشتر روشن فکرهای تاجیک در اون نقش داشته، یک جنبش به نام صلح در روستا در مناطق مختلف اتفاق افتاد بیشتر مردم پشتون و روشن فکرهایش نقش داشته. بنابراین جنبش هم شکل بیشتر قومیتی به خود گرفته. به نظر این مسئله اگر باید به فراز این مسئله اتفاق نفته که امروز طالبا در برابر همه خواست همه قرار دارن، اینا یک جنبش در به این که روی به خاطر آزادی و به خاطر حقوق پایه‌ای انسانی خود باید یا امود استوارت هایی که ادامه میکنن، بنابراین برای این کار متاسفانه نیمی عامل تکی یک مال است. و دیگر مهمترین مسئله است که جنبش های اجتماعی بیشتر فعالین سیاسی که از هم شناخت داشته با هم دیگر در رابطه بسیار نزدیک قرار داشته باشه، یک شبکی از فعالین، این فرن قایم است. جنبش رشدایی مثلا موفق شد به خاطر اینکه یک شبکه وسیع داشت، ولی تا اعتراض شما صدمه دید کشته شد، ولی این مسئله را فعلا یک از چیز است. ولی به این صورت نمیتونه انسان نفی کنه که چنین چیزی اتفاق نمیفته، به خاطر که هنوز تعداد زیادی به این فکر است که تا آمدن طالبا به قدرت رای دور است، امکان نداره و ممکن است به خواست دولت تمکین کنه، چون به صورت طالب به حیثی که در هیچ یک از شهرهای مهم افغانستان در کنترل طالب نیست، طالب هنوز ارتش نداره، طالب هنوز پایگاه های ثابتی که در جای باشه بیشتر در روسته هاست که نقش فرعی داره در رابطه با وضعیت اجتماعی سیاسی و مسائل دیگر. مجموعه نیست که باور یک گده هنوز ترس طالب ها به مسئله یک ترس واقعا جدی مطرح نشده. هرگاه چنین کار شده و به نظر فعالیت های محسوس صورت بگیره، احتمال از یک چنین جنبش هم شکل بگیره وجود داره، یعنی نمیتونیم نفی کنیم. ولی برصورت یک سال دو ساله که در پیش روست به نظرم سال حساسی است، بسیار مسائل در تیزی دوره یا این زمان بیشتر روشن خواهد شد. خب شما به نسل جدید اشاره کردید که کاملا اشاره مهمی هم هست، نسلی که نه گذشته حزب خلق و پرچمو داره، نه گذشته مجاهدین و دستجات اونها رو داره، نه به اون احزاب جهادی وابسته است. نسل امروزی هست بیشتر از طریق اینترنت و غیره با جهان معاصر ارتباط داره و پیرامون خودش مدنیت میبینه، شهرنشینی میبینه، پیشرفت‌های علمی میبینه، دانشگاه‌های مختلف، رشته‌های علمی و همینطور آزادی های سیاسی که بسیاری در کشورهای اروپایی هست. سال مشخص من اینه که خود این نسل که شما اشاره کردید، منهای قومیت، ملیت و تضادهایی که اشاره کردید، چقدر مانع هست یا چقدر نقطه امید هست برای اینکه واقعا طالبان و طالبانیزم نتونه مسلط بشه بر جامعه و واقعا یک تضاد سنگینی بین جهان متمدن و بربریت طالبان باشه؟
دقیقا خود یعنی جمعیت وسیع جوانی که چیز طالبانیزم نمیخواهد یک مانع است، بخاطر که طالبان بالاخره باید در جای باید حکومت کنه. اگر اینا بیاین به حکومت امارات خود که واضح شهرها تخلیه میشه از این، که البته او یک حالت پسیف غیر فعال است. ولی ما بیشتر به این که چی میکنیم که آیا چقدر این نیروها به صحنه آورده میشه، چقدر اینا صدایشان شنیده میشه و چقدر اینا سازماندهی پیدا میکنن، که نقش احزاب و سازمانهای سیاسی در رابطه خیلی اهمیت داره و البته کسایی که در دستگاه دولت باشه و واقعا خواهان ازی باشه که از آمدن طالبان جلوگیری کنه، اینا میتونن نقش مهم در رابطه ایفا کنن. مجموعه مسائل است که چون در ما بخوایم نخواهیم با تمام بغرنج بودن و همی که پدیده‌های واقعی اجتماعی خیلی ترکیبیست در هم فرو رفته است، ما یک درگیری بین نو و کهنه، یک کسایی خواهان پیشرفت جامعه است، خواهان از که باید یک بالاخره جامعه باید باستر شود، قرن 21 است و جامعه هم باید یک جامعه باشه مثلی به دوران قرن وسطا سقوط نکنه، که البته طالبا اگر حاکمیتش بیاید جامعه افغانستان رو به چندین دهه دیگه عقب میبره. یک مبارزه وجود دارد در سطوح مختلف بین اقشار مختلف و در درون دولت و نیروهایی که در خود شهرها هستن طرفدارای است که میخواین طالبا برگرده، ولی ظاهرا با دولت است. در مجموع مسائل جامعه خیلی چیزی که در این ضعف وجود داره است که اینا یک سازماندهی روشن روی خواست مشخصی که بتونه واقعا انمی تضادی که وجود داره در جامعه بین پیشرفت و عقبگرد، یعنی روی زمین به اصطلاح یک مقدار صاف شده، یک طرح خواستا مطرح میشه. چرا نمیشه مثلا خواست زنا مطرح میشه مسائل دیگه، گرچه ای دولت کوشش کردن که بعضی خط سرخ مثلا جمهوریت خط سرخ مثل استاورت ها و حقوق زنا اینا، ولی تجربه تا حال نشان داده که خط سرخ زنا به راحتی از بین میره. یعنی هنوز ای امتحان اینا ندادن که واقعا روی ازی خواست اینا کاملا مطمئنا استاده هستن، میتونن نیروهای اجتماعی را به صحنه بیاره. به خاطر ازی اینا اگه دولت واقعا بخواهد در بسیاری از نقاط افغانستان مردم محل حاضر است که با طالبا بجنگن، ولی این دولت تا حالا در سیاست متناقض بوده که نتانسته فقط به نیروی نظامی خود چی بودن، که البته در گذشته این بیشتر متکی به نیروهای آمریکایی بوده، یک نیرویی که بتانه واقعا نقش جامعه را، نقش نیروی پیشرو جامعه را برایش اهمیت قائل شوه و بالاخره رو سازماندهی کنه، چنین چیزی در دولت وجود نداره. ولی در خارج از دولت نمیگم وجود نداره، ولی هنوز ای که با چی مکانیزمی ای باید اجتماعی شوه و نیروهای وسیعی را بتانه بسیج کنه متاسفانه نشده. مثلا بعضی احزاب هستن مثلا خواستهای خوب دارن، گاهی مطرح هم میکنن، اینا البته فاقد این شبکه اجتماعی است که انسان های زیادی به اینا بتونه اعتماد کنن و اینا بیشتر سکت های هستن که خودشان در منافع چی خودشان مرکزی است، گروهی خودشان. یعنی ما نتانستیم بالاخره به یک این احزاب نتانسته یعنی خواستهای خود یک خواستهای اجتماعی تبدیل کنن، اگر نه نیروهای قاطعی وجود داره در داخل افغانستان. یعنی مهم است که ما فعلا در این مقطع باید یک جنبش نسبتا وسیع‌تر بر ضد بازگشت و ارتجاع و طالبان در افغانستان باید شکل بگیره. بسیار خوب، ممنونم بصیر عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. نکات بسیار با اهمیتی مطرح شد، امیدوارم فرصت بشه باز هم به همین زودی در این در رابطه با همین مسائل با هم گفتگوی داشته باشیم. ممنونم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. تشکر. گفتگوی ما رو با بصیر زیار شنیدید. شما در رابطه با صلح، سازش با طالبان، خاتمه جنگ و دفاع از مدنیت و انسانیت چه فکر میکنید؟ این شماره تلفن ماست، حتما در این رابطه با ما تماس بگیرید. اما جایی نرید، برنامه ادامه خواهد داشت همونطور که پیشتر هم گفتم و گفتگوی ما با بصیر زیار منتقل میشه به یک موضوع دیگری که
که توجهتون رو به اون جلب میکنم. اما اجازه بدید با هم یک ویدیو موزیک ببینیم، برمیگردیم و باز هم گفتگو خواهیم کرد. اصلا کنترل تلویزیونتون رو یه جای دیگه بذارید که روی همین کانال باقی بمانید. خب امیدوارم که از این ویدیو موزیک راضی باشید و لذت برده باشید. اما راجع به موضوعی که قولشو دادم در همین برنامه، گفتم ما از این گفتگو وارد یک گفتگوی دیگه میشیم، میخوام صحبت کنم راجع به خود جامعه‌ای که با خودش یه درگیری هایی داره، مثل پوشش زنان. توی مجموعه برنامه هایی که راجع به ورزش زنان ما تهیه کردیم و معرف حضور شما هست، یک بخشش مربوط به این میشد که ورزش و پوشش زنان. خب در بسیاری از ادارات، مدارس و غیره یک پوشش سنتی و در این حال مذهبی هست که تحمیل شده به زنان. در مقابل اون مردان هر جور بخوان لباس می پوشن. ممکنه لباس محلی که هر افغان می پوشه بپوشه یا نه، با کت و شلوار و کراوات جایی بره یا هر لباس دیگه. اما وقتی که به زنان این موضوع مربوط میشه، یک قضاوت هایی هست. اینکه این لباس معناش اینه که این زن در یه وضعیت نامناسبی به سر میبره. هر چی میخواد باشه، ولی اگر همون زن با همون موقعیت اجتماعی، اخلاقی، هر چی که شما دوست دارین بهش فکر کنین، اگر بره زیر چادر و مقنعه و غیره، به یک زنی تبدیل میشه که یک قضاوت های دیگه در موردش نیست. و من میخوام یک وایس بر یک فایل صوتی رو برای شما پخش کنم که از یکی از بینندگان عزیز برنامه تلویزیون هستند
و نکته خودشون رو به صورت فایل صوتی برای ما گذاشتن. ما میخواییم همون رو پخش کنیم و قضاوت شما رو هم در اون رابطه میخواییم. خود منم نکاتی دارم، راجع به اونها صحبت خواهم کرد. گلسوم زهرا برای ما این پیغام رو گذاشته که من با شما شریک میکنم اون رو. چند سال پیش برای ارائه یک پرزنتشن در یک جلسه رسمی و اداری در ولایت بامیان کت شلوار پوشیده بودم. به همین ارتباط از سوی یکی از نزدیکانم برای اولین بار فاحشه خطاب شدم. بر علاوه آن چند فحش و ناسزا و برچسب های ناروا هم بار شدم. آن زمان هضم این واژه برایم سنگین بود. تا مدت ها گریستم و دچار افسردگی شدم، اما حالا خوشحالم که آن برچسب ها و ده ها نارسایی های دیگر نتوانست مرا از پا بیندازد و متوقف کند. بعد از آن هم روز به روز هرچه بیشتر برا هم ادامه می دادم و اسم و رسمی برای خودم کسب می کردم، بیشتر با باد تهمت ها و ناسزاها قرار می گرفتم، بیشتر با واژه فاحشه وصله می خوردم. وقتی به صف تظاهرات پیوستم، با صدای بلند شعار دادم، مشت اعتراض بلند کردم و وقتی آستینم پایین می آمد فاحشه خطاب می شدم. وقتی در رسانه کار کردم و اکثر همکارانم مرد بودن فاحشه خطاب شدم. وقتی طبق میلم لباس پوشیدم و حجاب سیاه را کنار گذاشتم فاحشه خطاب شدم. وقتی برای اولین بار دوچرخه سوار شدم و رکاب زدم فاحشه خطاب شدم. وقتی در شامهای فرهنگی شعرهای عاشقانه از خودم سرودم و بدون سانسور دکلمه کردم فاحشه خطاب شدم. وقتی در جمع بلند بلند خندیدم فاحشه خطاب شدم. وقتی موهایم را به روش مردانه کوتاه کردم فاحشه خطاب شدم. وقتی با مردهای نامحرم دست دادم فاحشه خطاب شدم. وقتی از خودم عکس بدون چادر میگذاشتم فاحشه خطاب شدم. وقتی شب دیرتر خانه رسیدم فاحشه خطاب شدم و بیشمار موارد دیگر. خلاصه بعد از آن هر زنی از اطرافم اندک کار شبیه من انجام می دادن می گفتن تو هم فاحشه شدی مثل فلان آدم. به همین روال تا امروز که دارم نفس می کشم و بر رویش و منیش خودم پیش می روم ناسزاها و تهمتها را هم با خودم بیدک می کشم، مانند هر زن دیگر در افغانستان. شاید برای مخاطب استفاده واژه فاحشه در یک پاراگراف زننده و ملال آور باشد، اما زن افغانی لحظه به لحظه با این واژه ها تنیده می شود و وصله می خورد، اما می سازد. عده ای از مسیرشان منصرف می شوند و عده دیگر به مسیرشان ادامه می دهند. من هم مانند هر زن این سرزمین بر علاوه این فوش‌ها و تهمت‌ها ده‌ها بدبختی و سیاه روزی‌ها را پشت سر گذاشتاندم تا شخصیت مستقلی از خودم به جا بگذارم و با دید و رویش خودم زندگی کنم. حالا هم در قبال هیچ کدام از رفتار و کردار و شخصیت اجتماعی که از خودم ساختم شرمنده و پشیمان نیستم. اما اصل حرف من این است که مفهوم و منظور کسانی که مشخصاً زن را چپ و راست فاحشه خطاب میکنند چی است؟ اساساً هر زنی که دستش به دهانش میرسد از خودش نام و نشانی دارد و بلی قربانگوی مرد و سیستم مرد سالارانه نیست فاحشه خطاب میشود، یا نه این که به حکم زنا و سکس و همخوابگی؟ اصلا چرا استفاده این واژه به یک امر معمول و حرف عادی مبدل شده است و مهمتر از آن صرف برای زنان به کار برده می شود و حتی جدی هم گرفته نمی شود؟ زنی در یک مکان عمومی در میان انبوهی از افراد با صدای بلند فاحشه خطاب می شود، اما آبی از آب تکان نمی خورد.
و جدی گرفته نمی شود. در حالی که استفاده این واژه بدون اثبات و سند چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ قانونی جرم پنداشته می شود. برای شخص من قبل از آن هر چی بود و شد گذشت، اما در این سالها آنقدر سختی و سستی کشیدم، آنقدر تهدیدها، تنبیه ها و زجرهای جسمی، روحی و روانی را پشت سر گذشتاندم که دیگر با هر چاقوی خراش بر نمی دارم. بعد از این اگر کسی جرأت کند و من را فاحشه خطاب کند اما ثابت نتواند، به عزای عزیزش می نشانم. من آدمی نیستم که از کنار هر مسئله ساده بگذرم و حرف مفت هر آدمی را برتابم. این حرفم را شاید عده‌ای به خوبی درک کنند و جدی بگیرند. پس لطفاً به من نگو فاحشه. خب، صدای گلسوم و نکات اون که واقعاً دردناک هم هست رو شنیدید. نظر شما چیه در این رابطه؟ گلسوم و هزاران هزار گلسوم دیگه با همین مشکلات رو در رو هستند. زن بودن به یک جرم تبدیل میشه. زنها زیر میکروسکوپ قرار میگیرن. دستورات نانوشته ای هست، فرمانهای ناگفته ای هست که باید اجرا کنن. در غیر این صورت مورد بدترین قضاوت ها قرار می گیرن. چرا اینقدر ساده است که به زنان توهین کرد؟ چرا اینقدر ساده است که برای هر نوع قضاوتی از قبل یک مهری آماده شده باشه؟ وقتی که بلقیس روشن در لوی جرگه اون کار نمادین را انجام داد و گفت باجدهی به طالبان قدغنه، ممنوع، باج ندید به طالبان، و پارچه نوشته ای رو بلند کرد، بنری رو بلند کرد، یک آدمایی که خودشونو مولوی و غیره میدونستن رفتن پشت تریبون، همون تریبونی لوی جرگه، و شروع کردن بدترین اهانت ها رو به بلقیس روشن که خودش نماینده پارلمان از فراه است انجام دادن. آزاد بودن، هر نسبتی که بیانش در این برنامه مجاز نیست، خواستند از همون تریبون به بلقیس روشن داد. اگر همون کار بلقیس روشن رو فرد دیگری میکرد، مرد، یک مرد این کار رو میکرد، به اون این نسبت ها رو نمیداد. ممکن بود نسبت های سیاسی به اون بدن، نه نسبت های اخلاقی. مثلا بگن این سرسپرده ی فلان جاست، یا هر چیز دیگری. اما به زن که میرسه موضوع فرق میکنه. گلسوم به همین اشاره داره. فشاری که جامعه بر زنان میاره، این فشار از خود جامعه برمیاد، از عقب موندگی هاش برمیاد، از مرد سالاریش برمیاد، از دستورات مذهبی برمیاد، از دستورات قومی برمیاد، و پشت اینها یک سیاست هایی هست. پشت مولوی ها، پشت اون بیلبورد هایی که در هرات نمایش داده شد، پشت ده ها شخصیت مذهبی، یک سیاست بسیار کلانی هست که به جامعه حق نمیشه. فشار میاد به جامعه. ما میخواییم مجموعه برنامه هایی رو در همین رابطه داشته باشیم و اینجا ما به کمک شما احتیاج داریم و اظهار نظر شما، پیغام های شما، تا بتونیم به جنگ این ماجرا بریم. طالبانیزم بغل گوش این جامعه است و همین جنبش های اجتماعی که میتونه طالبان رو عقب بزنه. امیدوارم از مجموعه‌ای که براتون تهیه کردیم راضی باشید و این شماره تلفن که مخصوص تماس شماست فراموش نکنید. با همین شماره تلفن، واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو، از همه این اپلیکیشن ها، از همه این مسنجر ها میتونید با ما در تماس باشید، پیغام بگذارید، پیغام صوتی، پیغام تصویری،
ما رو در تلگرام ات تیوی با هم به همین سادگی اتسان تیوی با هم که اون پایین هم نوشته شده ما رو دنبال کنید، به سادگی ما در دسترس هستیم. فیسبوک با هم رو به اشتراک بگذارید و در این حال مجموع برنامه های ما رو در یوتیوب دنبال کنید. ممنونم که به این برنامه توجه کردید.